بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عصر بخیر خدمت عامی شما هموطنان گرامی امیدوارم که عصر خوب را پشت سر مانده باشین در خدمت شما ایزان هستیم با برنامه ورزش از تلویزیون جهانی آریانا نیوز لطفا ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید امروز دو موضوع مهم را خدمت شما ایزان آماده کردیم و مورد بررسی قرار میتیم ابتدا وضعیت تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از بازی با ژاپن که چیز حدود 2.5 ماه دیگه در ایرانی بازی برگزار خواهد شد و ما میزبان ژاپن خواهیم بود که با آقای علی اسکر لعلی کمک مربی تیم ملی فوتبال که از آلمان با ما از طریق اسکایپ آن هستن با ایشان صحبت شروع میکنیم و همچنین آقای استاد غلام رسول ظلمه در استودیو خواهیم داشت در خصوص روز جهانی المپیک و وضعیت المپیک با ایشان صحبت میکنیم که وضعیت المپیک افغانستان و ورزش کشور چگونه است در شرایط فعلی ابتدا آقای لعلی رو پشت خط داریم کمک مربی تیم ملی فوتبال کشورمان سلام و درود خدمت شما آقای لعلی امیدوارم که روزگار به کامتان پیش رفته باشه سوال از اینجا شروع میکنیم که چه برنامه‌ای دارین آقای لعلی برای تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی حساس و مهم و بسیار سخت ما برابر تیم ملی فوتبال ژاپن. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. امروز که دیدن گذار با افتخار سپری کنم. ما تقریبا یک ماه بعد از مقابله تیم فوتبال ژاپن مسابقه داریم که اجرا میکنه که تیم آمادگی خوب داشته باشن به این خاطر ما یک برنامه را برای آمادگی تیم فوتبال افغانستان فرستادیم که قرار است هفته آینده خودمان با فدراسیون فوتبال افغانستان یکجا برنامه را تعقیب کنیم و امکانات از اینکه چگونه میکنیم برنامه را پیاده کنیم بررسی بله آیل علی شرایط آقای اسکریزی چگونه است بعد از دو بازی برابر تیم های سوریه نتیجه 6-0 برابر سوریه و 1-0 برابر کامبودیا بر صورت ما یک نزول بسیار فاحش را داشتیم برابر سوریه و یک صعود نسبتا خوب را برابر تیم کامبودیا داشتیم هرچند که تیم را بیشتر میتونستیم گل بزنیم آقای اسکریزیش آیا برنامه های جدیدی داره برای تیم ملی فوتبال افغانستان این برنامه مطابق همو گذشته پیش خواهد رفت. برنامه مطابق برنامه دیگه قبلی پیش میرم و در سبب جذب بازی کنن بهتر هستیم و همچنان بازی کنن در داخل کشور هستم در سیر بازی کنن در سیر کشور و برنامه های مسابقات که در کنیم و دوباره که داریم اگرچه ما مسابقه سوریا را بسیار خواهش باختیم من با کسانی که فوتبال دیدن و از فوتبال بیدارم میدونم که فوتبال کشور سعی سروری کنم میخواهی و وضع تیم از هم نظر بهتر شده میده که انشاءالله در تردیدی برنامه ریزی که برای دی فوتبال کشور داریم فوتبال ما یک فوتبال نفر در بسیار خب آقای لعلی آقای اسکریزیچ به کابل خواهند آمد پیش از بازی با ژاپن یعنی هنوز ایشان در آلمان خواهند بود و همون دورا دور برنامه را پیش میبرند بخیر دو بار ما در کابل خواهد آمدیم از این مشترک هم در کابل خواهد آمدیم در هفته آینده اقرار است که در آقای اسکریزیچ کابل داریم در برنامه ها را تردیزی کنیم و در شروع دیگه بخار فوتبال افغانستان قرار است که ما کابل داریم و بخار از بسیار خب صحبت ها در این روزها بسیار زیاد است که خب بر صورت عده از بازیکنان پیش از آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی از تیم ملی فوتبال کنارگیری کردن از جمله اسلام الدین امیری و چند تن از بازیکنان دیگه آیا این بازیکنان دوباره به تیم ملی خواسته خواهند شد یا خیر چون اسلام الدین امیری روز یک دو سه روز گذشته یک کلیپ عجیب را از فیسبوک خودش از صفحه رسمی خودش نشر کرده بود که گفته تا وقتی که آقای اسکلیزیچ است هرگز به تیم ملی نخواهد آمد و خیلی حرفای دیگه که گفته بود اول تا چی اندازه این بازیکن‌ها برای شما اهمیت داره برای تیم ملی چون ما در دفاع مشکل داریم و اگر ما نتونیم دفاع خودمان را درست کنیم مطمئنا مقابل ژاپن نتیجه خوب را نخواهیم گرفت مثل شما دوستان آقای
بسیار خوب. پس یعنی که این بازیکن‌ها رو کلاً کنار گذاشتین و دیگه از این بازیکن‌ها برای فعلا و شاید هم برای همیشه استفاده نخواهید که تا وقتی که آقای اسکریزیچ هست؟ با این قسمت من پرام جواب ندارم، چون شما وقتی که اونم میگن تا آقای اسکریزیچ هست من آیم بگم جواب خدا خودشان دارم و من لازم نمیگرم که در چیزای مسائل آشیا زیاد بپردازم، اصلا وقتشان ندارم که مسائل بسیار بخوانیم که مرکم بشن. بازی دوستانه تیم ملی فوتبال افغانستان با چی کشورهای شما در حال بررسی هستین؟ کدام کشورها را میخواین که به عنوان حریفان تدارکاتی پیش از بازی با ژاپن داشته باشین؟ ما با فدراسیون فوتبال افغانستان چندین گزینه را پیشنهاد کردیم که خود ما اصلا آقای اسکریزیچ خودش در کلن در اروپا مشغول مذاکره با چند تیم اروپایی است که میشه بگین نامش نه؟ با تیم های مثل لوکزامبورگ، ولز و پولند ما در تماس هستیم و اگر میخوان داشته باشه یکی از تیم ها مسابقه دوستانی را برگزار خواهد کرد. اصلا فدراسیون فوتبال چی گفته؟ آیا جواب مثبت داده؟ بله، فدراسیون فوتبال چیزی نیست که برنامه خوب آنچه کوشش کرده تنبیه کند، تحقیق کند و همکاری کند در قسمت، چون آقای اسکریزیچ خودش تماس های خوبی با تیم های مختلف در اروپا داره، از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان خودش در تماس شود و یک بازی دیگر هم که فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش است که تدارک ببینه، بازی با تیم تایلند و یا چین است که این بازی قبل از بازی با ژاپن صورت خواهد گرفت، یعنی در تاریخ 3 سپتامبر پیام مسابقه نداریم و اگر چین مسابقه نداشته باشه من برنامه چین خبر ندارم، من تا فعلا میخوام که مسابقه ندارم. بسیار تشکر آقای لعلی، انشاءالله که ما هفته آینده شما رو در کابل خواهیم دید، درست است؟ بله، بسیار خوب، با امید دیدار، خدا نگهدارت. خب در خدمت پوانزه محترم آقای محمد رسول ظلمه، یک تن از استادان پوانزه تربیت بدنی دانشگاه تعلیم تربیه کابل هستیم و در خصوص روز جهانی المپیک با ایشان برنامه را پی خواهیم گرفت. امیدوار هستیم که خب به صورت هرچند روز بزرگی است برای ورزشکاران افغانستان، اما خب چون اول از همه در ماه رمضان این روز برابر شده امسال و از همه مهمتر که وضعیت ورزش کشور ما وضعیت زیاد مناسب دیده نمیشه، آقای محمد رسول ظلمه استاد دانشگاه خواستیم تا اینکه در خصوص شرایط فعلی ورزش و همچنین شرایطی که در طول 14 سال ما بعد از دوران طالبان سپری کردیم صحبت میکنیم. جناب استاد شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. ابتدا یک جنبندی داشته باشیم در خصوص ورزش افغانستان و المپیک افغانستان از سال 1380 تا به امسال که سال 1394 است. بسم الله الرحمن الرحیم، هم سلام خدا به شما و تمام ورزشکارانی که امروز 20 جون است مطابق 23 جون هستن و این روز جهانی المپیک است که روز ورزشکاران یا قهرمانان است. برای این روز من به تمام ورزشکاران 5 قاره تبریک میگم، به خصوص ورزشکاران افغان ما. بسیار عالی. در خصوص وضعیت ورزش افغانستان از سال 1380 تا به سال 1394، یعنی بعد از تحولاتی که بعد از دوران طالبان به وجود آمده، چگونه است ورزش افغانستان از او وقت تا به حال تا چه اندازه تانسته خودش را بالا بکشه و ما بر فعلا در چه روندی داریم پیش میریم در ورزش؟ وقتی که میگیم ورزش دیگه، ورزش گوناگون است، مثلا فدراسیون‌های مختلف است که ما میتونیم در این مدت که شما گفتین
ورزش هایی داشتیم که نتیجه خوب هم داشتن، ورزش هایی هم داشتیم که هیچ نتیجه نداشتن. ورزش های اولمپیکی مود به چه شکل است؟ نه، مقصد ما اولمپیکی است، یعنی در مجموع دستاورد های خوب هم داشتیم و هم نداشتیم و دستاورد ها باید همیشه دوامدار باشه. متاسفانه که نتیجه که داشتیم در بعض ورزش ها دوامدار نبوده و این هم ناشی از ضعف فدراسیون‌ها خواهد باشه یا بی توجهی خود برنامه، نداشتن برنامه منظم المپیک باشه یا هم از کمبود اقتصادی که ما داریم برای ورزشکاران در عرصه تربیت ترینران و بتونیم کنار به شکل درستش یک مسیر درست بدیم، یک ارتباط مستقیم با اقتصاد یک جامعه داره که این ضعف هایی بوده که بیشتر ما ضعف اقتصادی و نبود برنامه درست در فدراسیون ها میبینم. بسیار خوب، این برنامه ای که باید برای ورزش افغانستان و برای المپیک باید ریخته شود تا یک برنامه منظم و دوامدار باشه که باعث نتایج خوب برای ورزش افغانستان باشه، چی کدام ارگان موظف است که این برنامه را دقیق برزنه؟ آیا ریاست تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، دولت افغانستان، دانشکده تربیت بدنی که به عنوان یک ارگان یا بهتر بگیم به عنوان یک برد مسلکی در رأس ورزش افغانستان است، کدام یکی از اینا وظیفه داره که این برنامه رو بریزه؟ من فکر میکنم وقتی که میگم که ملی، اون که در اونجا تمام ارگان ها سهم خود باید داشته باشن و سهم علمی و اکادمیک و سهم حرفه‌ای و سهم فدراسیون ها در مجموع بتونن اینا در کل یک برنامه بسیار قوی را طرح بکنن و در این برنامه کلگی دخیل باشه بهتر است، چون وقتی که ملی میگم تمام اقشار این ملت در بر میگیره و در اونجا ما میتونیم که یک تصمیم بگیریم و یک تصمیم بسیار قوی بگیریم که ما در چندین مصاحبه های خود گفتیم میتونیم که ما یک شورای عالی ورزش باید داشته باشه و از تمام ارگان ها در اونجا هر ارگان نظر نیک خود بتن و اونا دخیل باشن و بفهمن بدانن که ملی بودن یعنی چی. بسه. اگر ما با یک ارگان اکتفا بکنیم و یک ارگان یک تازانه تصمیم بگیرن و پیش برن، من فکر میکنم که به نتیجه درست نخواهد رسید. بسیار خوب، المپیک بر صورت در دو سال گذشته یک سیر نزولی را داشته، به جای که به پیش حرکت کنه متاسفانه دچار نزول شد. امروز روز جهانی المپیک، در کمیته ملی المپیک افغانستان بدون حضور رئیس المپیک آقای فهیم هاشمی و با حضور فقط 18 فدراسیون برگزار شده. چی اتفاق افتاد در ورزش افغانستان که المپیک ما که 55 فدراسیون عضوش هست در روز جهانی المپیک و در روزی که باید همگی حضور داشته باشن فقط 18 فدراسیون است و ضمناً آقای فهیم هاشمی هم در داخل افغانستان حضور ندارن به عنوان فرد اول کمیته ملی المپیک؟ خب باز هم سر گپ اول خود بگیم که نداشتن یک برنامه درست ایره ایجاب میکنه که همچون مشکلات باشه. چرا این فدراسیون ها کلش دخیل نیست؟ چرا یک برنامه قوی نیست؟ چرا در اتر یک روز فعلا کلگی در یک سکوت ورزشی و سر میبرن و هیچ کس خبر نداره از این روز و این روز کاملا فراموش کردن؟ این طبعا پیش از پیش باید آمادگی درست گرفته میشد، یک برنامه بسیار منظم قوی می بود، کلگی آگاه می بود و از این روز باید تاریخچه های المپیک باستان، تاریخچه عصر باستان در این بر مردم گفته می شد و می گفتن که چی اهداف داره، اهداف سیاسی ازی، اجتماعی ازی، اخلاقی ازی و اقتصادی ازی چی است، ما چگونه می تانیم که مانند کشورهای دیگه از یک بر جوانای خود یک هدف هدفمند یا درست صحیح به کشور خود تقدیم بکنیم و دستاوردهایی داشته باشیم، افتخارات داشته باشیم، استعدادهای خود پیدا بکنیم و این استعدادها را تشویق بکنیم. این کلش به یک برنامه، من فکر میکنم نبودی برنامه ضعف همه چیز نشان میده. برای این موضوع که شما گفتین جناب استاد ظلمی، آیا نیاز نیست که ریاست دانشگاه تربیت بدنی هم سهم بگیرن، چون اینا به عنوان برد مسلکی نیاز است که اینا در تمامی عرصه‌های ورزشی حضور داشته باشن، همونطور که اینا مربی تربیت میکنن برای ورزش افغانستان، در خصوص همچی برنامه های اینا باید سهم خودشان داشته باشن، آیا این سهم داشتن؟ بدون شک اکثرا که روزهای تاریخی در المپیک، رویدادهای تاریخی در المپیک به وقوع پیونده، پنزه تربیت بدنی که یگانه پنزه است که در اونجا معلم برای تمام کشور تقدیم میکنه
و یک گانه پنزه اکادمیک است، علمی است. هیچ وقت از این گپا خبرم نیست و تا کسی هم یک نامه هم روان نمیکنه که ما توی یک گروه چرا چی دلیل باعث میشه؟ ما در ریاست المپیک و کلن در رأس المپیک هرگز ما افراد مسلکی درجه یک ندیدیم که از ریاست تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی فارغ شده باشه و آمده باشه در یکی از درجات بالای ورزش افغانستان فعالیت کنه. چی دلیل باعث شده این اتفاق؟ من فکر میکنم که از دو جنا، یک شمالامت نمیکنم، هر دو جنا ارتباطات ضعیف دارن، هم تربیت بدنی و هم المپیک. تربیت بدنی و هم المپیک و این ارتباطات ضعیف هر دو باعث همچو بیخبری ها میشه و همچو نمیتونیم که ما یک دیگر خود پذیرا باشیم و بتونیم از یک دیگر استفاده قوی بکنیم. بنان نبود برنامه ضعیف کارهای ضعیف نشان میده. بله، نبود برنامه. خب پس بنابراین تو نتیجه میگیریم که عدم ارتباط مناسب ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک با دانشکده تربیت بدنی با عنوان تنها برد مسلکی ورزش افغانستان اتفاقات را متاسفانه سمت سو داده، به سمت ای که ورزش افغانستان به جایی برسه که امروز تجلیل از روز کمیته ملی المپیک یا المپیک جهانی فقط با حضور 18 فدراسیون صورت بگیره. خب حالا میم به بحث این میپردازیم که جناب استاد که آیا چه راهکارهایی را ما باید داشته باشیم تا بتونیم که آشتی باشه بین ریاست تربیت بدنی، کمیته المپیک و دانشکده تربیت بدنی افغانستان که اینا با هم یک جای بشن و بتونن که شرایط خوب را برای ورزش افغانستان و برای ورزشکاران ما مهیا بسازن که ما در آینده دیگه دوچار دو دستگی و سه دستگی و حتی چند دستگی نباشیم. البته ما که اتر تصور میکنن که در رأس این پروگرام ها باید کسایی باشه که او آگاهی کامل از تمام دانش علمی ورزش باشه و همچنان یک شخص باشه که کار بکنه شبانه روزه و مو بسمانی های خدا در شب روز تکمیل بکنه و او را یک برنامه درست تهیه بکنه. ما که میبینم اکثریت آمده پشت کارهای دیگه مصروف هستن، کی کارها اصلا یادشان میره و این کارها باعث از این میشه که اونا همیش خاطر مطور به عقب خاط ماندن و به اون کارهای ایسون و اصول مصروف خاط بودن و این برنامه ها شاید را فراموش بکنن و نتانن که ما بتانیم که از کیها استفاده کنیم، چه قسم استفاده کنیم و در کجا استفاده کنیم، کیها را دخیل بسازیم. این وقتی که ملی میگم دیگه این تنها مزه نمیده، همه باید کار بکنن و به خاطر پیش برد و افتخار ملی افغانستان مبارزه کنن و یک جای را احراز بکنن. بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. امیدوار هستم که به زودی مشکلات ورزش افغانستان حل بشه، البته با توجه به مسائل مسلکی که مطمئنا مستقیما به دانشکده تربیت بدنی برمیگرده. سپاس فراوان از شما جناب استاد. همچنین تشکری میکنیم از همراهی شما ایزان تاییدم با برنامه ورزش از تلویزیون آریا نیوز. تا دیدار دوباره شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.